اینجا ویرانه های پومپئی است که دارید میبینید در نزدیکی شهر ناپل ایتالیا. همینطور که میدونید در ویدیوی قبلی ما اگر دیده باشید، پومپئی به صورت خرابه و ویران زیر 4 تا 6 متر خاکستر آتشفشان و خاک در اثر فوران آتشفشان کوه وزوو که در سال 79 پس از میلاد اتفاق افتاد مدفون شده بود. این احتمال مطرح بوده که مردم این شهر به خاطر گازهای سمی حاصل از آتشفشان بوده و همچنین حرارت بالا که خفه شدن. اما در مورد اینکه چطور مردم تبدیل به سنگ شدن بحث و گفتگوهای زیادی است. جالبیش اینجاست که این شهر بعد از آتشفشان به مدت 1500 سال مدفون بود که به صورت کاملا اتفاقی در سال 1599 بود که توسط یک کشاورز که کوزه های سالمی رو از زیر خاک یافته بود این شهر کشف شد. اینجا میدون اصلی شهر پومپئی هست، جایی که معبد بزرگ شهر در یک طرف و مجسمه یک سنتورس در طرف دیگه میدون وجود داره. سنتورس در بین اساطیر یونان جزو معروفترین موجودات بوده، همینطوری که دارید مشاهده میکنید نیمی انسان و نیمی هم اسب است. اکثر اینا موجوداتی رام نشده و وحشی بودن و به مستی و مسائل شهوانی شهرت داشتن. یعنی چیزی که دقیقاً درباره مردمان شهر پومپئی گفته میشه. آثار به دست اومده از دیوارهای این شهر نشون میده که این شهر بزرگترین مرکز فحشا و در دوران باستان بوده و از همه جای روم برای خب اون اعمال به اینجا میومدن. اینجا اسمش هست، این ساختمون که میبینید اسمش هست House of the Vetti، یعنی خانه وتی. گفته میشه که این خانه متعلق به دو تا برادر بوده. که هر دوتای اینا غلامایی بودن که آزاد شده بودن و برای خودشون به دولت و ثروت رسیده بودن. این خونه میگن اهمیت زیادی تو پومپئی داره به خاطر نقش و نگارها یا همون نقاشی هایی که در این ساختمون وجود داشته. در سالن نقاشی این ساختمون الهه باروری قرار داره، در گوشه دیگرش از این ساختمون یک زوج در حال عشق بازی هستن، در کنار نقاشی دیگری از الهه عشق وجود داره. طبق آثار به دست اومده مردم این شهر حتی فرصت نکردن از جاشون بلند بشن و فرار کنن. محققین هنوز نتونستن یه توضیح منطقی برای این شهر و یا این حادثه پیدا کنن و البته به همین دلیل افراد مذهبی این واقعه رو بلای آسمانی میدونن و که شبیه داستان قوم لوط است. اینجا کارگاه کوزه‌گری شهر بوده و این افراد که میبینید، این آقا و اون کودک، همچنین اینها کسانی بودن که همینجا پیدا شدن و همینجا هم برای مرض دید عموم ازشون نگهداری میشه. بعضی از این پیکرهای سنگی که کشف شده و میبینید در حال انجام رابطه جنسی هستن که دو جنس موافق با هم هستن، یعنی یا مرد یا زن هست، یا مرد هستن دوتاشون یا زن و یا یه با یک کودک. خب
خب این شهر چون مرکز تجاری بوده و مسافران تجاری زیادی از راه دریا به این شهر می اومدن، در شهر برای اینکه مسافران بتونن به راحتی منزل اون منازل رو که حالا فکر کنم ما به خونه های شهر نو قدیمی های ما میشناسن، خب برای که اون مسافرها بتونن این خونه ها راحت پیدا کنن، بر روی زمین این نقش رو الان میذاشتن که به سمت خونه اون طرف، به سمت اون خونه ها علامت میزده، انگار نشون میداده که بر شما باید به اون طرف برید. اینجا رو که میبینید دوستان معبد آپولو هست. این بنا قدیمی ترین بخش این شهر است. این ساختمون در مرکز شهر پشت ساختمون قضایی قرار داره. تاریخ ساخت این بنا 575 قبل از میلاد مسیح است. اینجا رو که داریم میبینید دوستان حمام مرکزی شهر هست. تعدادی حموم در شهر وجود داره. یکی از این حمام ها که الان ما داخلین هستیم حمام مرکز شهر است که سرپوشیده است و بهترین حمام این شهر محسوب میشده، که خب عمومی هست دیگه، اینجا خانم و آقا اینا قاطی بودن، این حرفا نبوده. دوستان اینجا رو که میبینید آمفی‌تئاتر شهر است. در نزدیکی دروازه ورودی شهر پومپئی قرار داره. ابعاد این آمفی‌تئاتر 140 در 135 متر گفتم که هست و در سال 80 قبل از میلاد مسیح ساخته شده با ظرفیت 20,000 نفر.